دهمین همایش انجمن ایرانشناسی اروپا در شهر لایدن هلند در حال برگزاریه. این انجمن که در سال 1983 در ایتالیا تشکیل شد، هر 4 سال یک بار گرد همایی بین‌المللی خودش رو در شهرهای اروپایی برگزار میکنه. ده‌ها نفر از پژوهشگران مقیم ایران امکان حضور در همایش امسال رو پیدا نکردند. پژمان اکبرزاده گزارش داد از محل برگزاری این همایش. پیشینه فعالیت‌های ایرانشناسی در دانشگاه لایدن به بیش از 400 سال پیش می‌رسد. از دوران صفوی که داد و ستدهای سیاسی، بازرگانی و فرهنگی میان ایران و هلند به گستردگی در جریان بود. انجمن ایرانشناسی اروپا هم برای همایش سال 2023 خود دانشگاه لایدن را برگزیده که بخش ایرانشناسی آن از فعال‌ترین مراکز در این حوزه به شمار می‌رود. Our conference is indeed affected by همایش ما قطعاً تحت تاثیر مسائل سیاسی در دنیا قرار گرفته. هرچند تلاش کرده ایم از این مسائل کاملاً دور بمانیم. این مسائل محدود به آنچه اکنون در ایران می‌گذرد هم نمی‌شود. دشواری‌های زیادی از بابت دریافت روادید وجود دارد. ما می‌توانیم افراد را دعوت کنیم ولی آنها نمی‌توانند به اینجا بیایند. در واقع هر کس بخواهد یک همایش جهانی در رابطه با ایران و زبان پارسی برگزار کند، این مشکلات را خواهد داشت. نخستین سخنرانی همایش امسال توسط رودی متی ایراد شد، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های امروز ایرانشناسی در زمینه پژوهش‌های دوره صفوی. او سخنرانی خود را به شاه عباس اختصاص داده بود. در گمان ایرانیان، بیشتر ایرانیان، هم اولین شاه ایران بود که کشور را متحد کرده بعد از حمله عرب‌ها و سقوط آخرین دودمان واقعی ایرانی یعنی ساسانیان، و هم آخرین حکم فرمای ایران بود که ایران را حفظ کرده از نفوذ و فشار استعمارگران، و در واقعیت به نظر من یک کمی فرق میکنه. من به شاه عباس نگاه میکنم به عنوان یه جنگ سالار که هم مدارا کرده و هم منافعش خیلی زیاد بوده، ولی هم پر از خشونت رفتارش. دلیل این که هنوز محبوبه و هم محبوب مردم بوده اون موقع، این که هیچ وقت در رفتارش، یعنی ارتباط با مردم عادی، از دست نداده. میان مردم گردش میکرد در لباس ساده و واقعا کنجکاو بود که خب وضع مردم چجوریه و آبادانی کشور پیش تشویق کرده. موسیقی ایران از جمله رشته‌هایی هست که در همایش‌های ایرانشناسی کمترین میزان توجه به اون صورت می‌گیره. در همایش امسال انجمن ایرانشناسی اروپا اما بخش‌های ویژه‌ای برای جنبه‌های تئوریک و اجرایی موسیقی ایران اختصاص داده شده. تعداد موسیقی‌شناسا که روی ایران کار می‌کردن در گذشته خیلی محدود بود و این تعداد با توجه به گذشته زمان رو به افزایش هست. شرایطی که وجود داره در کنفرانس‌های ایرانشناسی هم به خاطر این مسئله توجه کمتری بر روی این موضوع می‌شده و این جریانی هست که در حال تغییره و داریم روش کار می‌کنیم که بتونیم روی موسیقی ایران تمرکز کنیم و توجه و در نهایت تحقیق و روش گسترش بدیم. در همایش امسال چندین نمایشگاه نیز سازماندهی شده. نمایشگاه نقاشی‌های فرح اصولی با موضوع شاهنامه و نسخه‌های نفیس خطی از گنجینه دانشگاه لایدن از جمله این نمایشگاه هستند. پژمان اکبرزاده، لایدن، هلند.